درود به شما مخاطبان شریف. الهام پاونژاد کشف حجاب کرد و از بازداشتش در ماه مهر خبر داد. اتفاقاتی که برای او رخ داده رو در ادامه ویدیو خواهیم دید. شیرین صمدی، مجری سابق تلویزیون که 3 سال قبل از صدا و سیما خداحافظی کرد، حالا در شهرک اکباتان دستگیر شده و کیمیا گیلانی، مجری تلویزیون هم بعد از پایان برنامه دیشبش از صدا و سیما خداحافظی کرد. در ادامه ویدیو به جزئیات این خبرها خواهیم پرداخت. قبل از هر چیز از لایک شما عزیزان صمیمانه سپاسگزارم. لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش هم کلیک کنید. شیرین صمدی 23 آبان در شهرک اکباتان تهران بازداشت شد. او پیش از این با انتشار ویدیویی از راه رفتنش در خیابان‌های تهران که بدون حجاب هم بود نوشت: مرسی که از من بی اجازه فیلم میگیرین. البته باعث افتخاره، ولی مثل این دوست محترم برام بفرستین. اینجا ایران است. هنوز از مرجع بازداشت کننده و محل نگهداری شیرین صمدی اطلاعی در دست نیست. او 3 سال قبل در یک پست خبر عجیبی رو منتشر کرد که باورش برای همکاران و طرفدارانش خیلی سخت بود. او نوشت: بازیگر تئاتر بودم. بماند. بدون پول و پارتی از سال 1381 به صدا و سیما دعوت شدم. نه پدرم حاجی فلانی بود که برایم آنتن زنده بخرد، نه همسری داشتم که رفیق فلان مدیر باشد و من را به سفارش در برنامه‌ای بچپاند. نه اهل لابی با آقایان و خانم‌ها بودم و در هیچ گروه و دسته‌ای هم خودم را جا نکردم که مجری باشم. وقت و حوصله حاشیه سازی و حاشیه بازی هم نداشتم. دروغ نگفتم، وارونه نگفتم، جفسازی نکردم. فقط کمی بیشتر از دیگران خندیدم و لباسهای رنگی تر پوشیدم و همیشه دلم میخواست صدای شما باشم، سیمای شما. ممنوع تصویر نیستم، دیگر در تلویزیون اجرا نمی کنم. او در آذر ماه سال 1363 در اصفهان به دنیا اومده و لیسانس علوم اجتماعی داره. اما کیمیا گیلانی، مجری این شبهای تلویزیون، دیشب در برنامه زنده وقتی تصویر کیان پیرفلک رو دید به گریه افتاد و بعد از این برنامه از صدا و سیما خداحافظی کرد. او نوشت: من کیمیا گیلانی از 15 تیر 1385 که وارد حوزه اجرا شدم واقعا براش تلاش کردم. درس خوندم و هدفی جز شادی دل مردمم نداشتم و حالا که دل مردمم شاد نیست، نیازی هم به حضور من نیست و از اجرا در تلویزیون خداحافظی میکنم. یه روزی دلمون شاد میشه. شاید من زنده نباشم. اگر تو بودی جای من هم بخند. کیمیا گیلانی متولد 12 مرداد 71 در تهرانه. اما بازیکنان تیم ملی در عکس‌های جدیدشون بسیار خندان و شاد هستند به خاطر حضورشون در جام جهانی و انگار فراموش کردند مردم در چه شرایطی روز رو به شب میرسونند. پرویز پرستویی با انتقادی تند خطاب به بازیکنان تیم ملی نوشت: ملی پوشان عزیز، چنان شمشیر بران را بر روی کیکی که نشان دهنده زمین فوتبال است فرود آوردید که آدم یاد سالیان دور میافتد که قداره کشان بر سر گذر قداره هایشان را فرود می آوردند و با عربده دنبال نفسکش می گشتند. حتما بعد از برش کیک کامتان را هم شیرین کردید. نوش جانتان. سوال: چرا برعکس دفعات قبل از مردم خداحافظی نکردید؟ توقع دارید مردم در بازگشت به استقبالتان بیایند؟ ما فقط با خبر شدیم که به محضر رئیس جمهور رفتید و از ایشان خواستید که دعا کنند پیروز برگردید. خب شما که به محضر رئیس جمهور رفته بودید، بهترین فرصت بود که از ایشان بخواهید که توصیه کنند حداقل کودکان و نوجوانان را نکشند. به ایشان می‌فرمودید: آقای رئیسی، شما با شعار انقلابی پشت میز ریاست جمهوری نشستید. قرار بود به صورت انقلابی آسایش، آرامش، رفاه، مسکن، ایجاد شغل و امنیت در مملکت برقرار کنید. پس کو؟ خب اگر مردم به خواسته هایشان رسیده بودند که الان در کف خیابان نبودند، پس چرا فقط هر روز به آمار کشته شدگان اضافه می‌شود؟ بگذریم، گذشته ها گذشته. سوال دیگر: تیم ملی فوتبال ایران تا کنون 5 دوره در جام جهانی حضور داشته.
ضمن احترام به همه فوتبال دوستان و فوتبالیست های ادوار جام جهانی گذشته، آیا تا به حال تیم های ملی ایران به دور دوم صعود کردند؟ بدون شک خیر. و الان شما عزیزان تیم ملی که در ششمین دوره جام جهانی حضور دارید، باز هم قرار نیست که به دور دوم صعود کنید. ضمن اینکه همیشه دعای خیر مردم ایران بدرقه راهتان بوده که در این دوره از همین الان عموم مردم در کامنت ها دعا می کنند که شکست خورده برگردید. ضمن اینکه قبل از شروع مسابقات به مردم کشورتان هم باختید. این چه رفتنی بود؟ البته بدون شک می دانم که حالتان خوب نیست و حال بدتان را به روی خودتان نمی آورید. ضمن اینکه تماشاچیان ایرانی هم که به دیدن بازی‌هایتان خواهند آمد تشویقتان نخواهند کرد. متاسفانه باز هم چقدر زود دیر می شود. اما الهام پاونژاد، بازیگر باسابقه و ناماشنای کشورمون، ساعتی قبل کشف حجاب کرد. او نوشت: به نام خداوند رنگین کمان، از ظهر شنبه 9 مهر 1401 با حکم بازداشت به اتهام تحریک اذهان عمومی و دعوت به اغتشاش، مهر به این پنجره کوچک خورد تا باعث تشویش اذهان عمومی نباشم. اما اینک تنین فریاد مادران و پدران دلسوخته و داغدار و آتش قلبم این مهر را شکست. مادری هستم که بر خاک دلبندش لالایی می‌خواند. مادری هستم که بر خاک جوانش کل می کشد. من همیشه مردم بوده هستم و خواهم بود و خواهم مرد. به خاک پدرم سوگند. من ایرانم. 28 آبان 401. الهام پاونژاد متولد 27 شهریور 1350 در تهران هست و حالا در 51 سالگی و بعد از حضور در چندین سریال موفق کشف حجاب کرده و صدا و سیما باز هم یک چالش جدید پیدا کرده و مجبور هست سریال های این خانم بازیگر رو نشون نده. پدرش بهمن پاونژاد ارتشی اهل پاوه بود که سال 93 فوت کرد و مادرش کرمانشاهی و معلم بازنشسته است. او گفته خانواده مادر و پدرم از خاندان بزرگ کرمانشاه هستند. الهام پاونژاد اواخر دهه 70 با فریبرز کامکاری، نویسنده و کارگردان، ازدواج کرد و در 29 سالگی سال 79 صاحب یک فرزند دختر شد. حالا بعد از سالها کار او هم تصویر بدون حجابش رو منتشر کرد. نظر شما عزیزان چیه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید. یک دنیا سپاسگزار و قدردان شما عزیزان هستم به خاطر لایک این ویدیو و همه محبت هاتون. خیلی مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.